روز جمعه هست، مسجد جامع هست. عزیزان ما، به همه چیز ارج میدم، ارزش قائلم، اما روز جمعه میشه کار دارم، نمیرسم. من جمله جالبی دیدم که بزرگی فرموده بود: من وقتی غروب میکنم گریه میکنم. ازش میپرسن چرا گریه میکنی؟ یه من نمیدانم که انگام غروب چه عمل من به آسمان میره. این عمل من که به طرف الله تعالی میره مورد قبول هست، یا دوباره بر میگرده و مردود میشود. اینها فرصت هم. ما اگر فرصت ها را از دست بدیم، خداوند متعال دشمن را بر ما مسلط میکنه. چه این دشمن نفس باشه، چه شیطان باشه، چه دشمنان بیرون باشن که بر ما رحم و شفقتی ندارن. از این جهت بیاییم، بیدار بشیم، فرصتهای طلایی که به ما عنایت شده، صحت و سلامتی هست، اونها را قدرشان کنیم. مال و ثروت هست، اونها را قدر کنیم. بالاخره نعمت هایی که در اختیار ما هستن، از اون نعمت ها به طور صحیح استفاده کنیم. شاید الان فرصتی داشته باشیم که با رب العالمین خلوت کنیم و مناجات کنیم، اما وقتی که سکرات موت فرا برسه، اون زمان که اشکان نامیدی از چشمان ما سرازیر بشن و عزیزان فقط نگاه میکنن، اون زمان دیگه همه فرصت ها از ما گرفته میشه. من در این فرصت کوتاه از سروران، از برادران و مادران و خواهران تقاضایی دارم به عنوان یک فرزند شما، که این عمر ما بهترین فرصته. بیاییم پرونده‌ای که داریم این را پر از استغفار کنیم، پر از تلاوت قرآن و دعا و مناجات قرار بدیم. کاری نکنیم که فردا در حضور رب العالمین شرمنده بشیم، یا در حضور انبیاء علیهم السلام شرمنده بشیم، یا در حضور بندگان پاک الله تعالی شرمنده بشیم. الان فرصت داریم، ام توبه کنیم، ام استغفار کنیم، ام برگردیم، ام با الله تعالی عهد ببندیم که روز جمعه در فرصت اول خود را به مسجد جامع برسانیم. انشالله که همه حاضرید، نه؟ از این به بعد وقتی که انشالله خطیب امام جمعه میاد ایراد سخن میکنه، دیگه مسجد انشالله پر بشه. این عنایت الله تعالی هست. خیلی بودم والله انتظار اینه داشتم نماز جمعه بخوانم، به مسجد برای نماز جمعه عمرشان کفایت نکرد، در قبرستان خوابیده اند. اگر برید اونجا از اونها بپرسید بزرگترین حسرت شما چی هست، بزرگترین حسرتشان اینه. این فرصتی که امروز در اختیار ما هست، این را به سادگی از دست ندیم. انشالله با یک شوقی، با یک اشتیاقی و بگونه بیاییم وقتی از این مسجد برمیگردیم، فارق البال باشیم، به اصطلاح به این یقین و باور برسیم که خداوند متعال ما را معاف کرده، گناهان ما را بخشیده است و با بذل و بخشش الله تعالی برگردیم.